الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد درس کنونی خود را از آیت 65 سوره بقره آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق الله المولانا العظيم. ولقد بيقين علمتم شناختين ميفهمدين كيرا الذين كسانرك اعتدوا از حد تجاوز كردن منكم از شما ان از قوم شما چو وقت فی سبت در روز شنبه نتیجه چی شد؟ فقلنا لهم، پس ما گفتیم برای تجاوز کنندگان کونو شوید قیردتن شادیها میمونها خاسئین ذلیل، پس شادی شدن. فجعلناها، پس ما گردانیدیم ای عذاب را. نکالن مانه پند، لما بین یدیها، به کسانی که در امو منطقه بودن، در امو زمان بودن. و ما خلفها، و کسی که بعد می آید، و موعظتن عبرت بود، موعظه بود، للمتقین برای پرهیزگاران. لغاتی که در این آیت ذکر شده قد است. قد کلمی یا حرفی است که به فعل ماضی اگر استعمال شود معنای یقینا را میده. این بالای اسم می آید و قد بالای فعل ماضی، یقینا. و اگر بالای فعل آینده و فعل مضارع باشه باز گاه گاه. قد اکتوبو، گاهی وقت نوشته میکنم، اتو تعبیر است. اینجا معنای تأکید است. علم فهمیدن را گفته میشه، یکی معرفت است، اینجا بیشتر به معنای معرفت است. یعنی شما شناختین، شناخت داشتین یا علم داشتین، آگاهی داشتین. گرچه آیت در مدینه منوره در عصر پیامبر علیه السلام نازل شده، این واقعه که قرآن یاد میکنه این در زمان داوود علیه السلام واقع شده بود، قبل از موسی علیه السلام. اما این تاریخ برای یهودا بهی روشن بود، به این خاطر میگم. اعتدو، اعتدا تجاوز را گفته میشه. تجاوز هم در چی؟ یک حد تعیین باشه، حتی این است و دی حد تیر میشی، ای را اعتدا میگوید. حدود اسلامی که حدود گفته میشه به خاطر ازی که در هر چیز الله خط گذاشت است که اینی حد تو هست، اینی حد از اوست. حدود عربه مملکت، حدود عربه خانه، حدود زمین، حدود باغ، هر کس که در حدود تجاوز کرد او را اعتدا گفته میشه. سبت در زبان عربی
دقت کردن را گفته میشه، احترام کردن را گفته میشه. و منظورش رود شنبه هست. رود شنبه را که قطع میگن یا احترام، وجهش امی هست که امی خلقت کائنات و انسان در رود جمعه بعد از نماز عصر انسان بود که پیدا شد، شنبه قطع شد ای گپ دیگه. به می خاطر شنبه را که سبت میگن، علتش همیست که قطع شد. یا شنبه را به نام احترام میاد میکنن به دلیل ازی که الله جل تظمته برای مردم یهود روز جمعه را مشخص کرد که روز جمعه روز احترام است و روز عبادت است، در این روز دیگه کار نکنید. یهودا روز جمعه را قبول نکردن، روز شنبه را قبول کردن، ولی در تعهد خود با استاد نشدن، باز به احترامی کردن، مخالف به عهد و پیمانشان عمل کردن. ای روزای هفته دو روزش نام نداره، نام اصلیش یک شنبه یک احد میگنش یوم الاحد، دو شنبه را دو یوم الاثنین میگن، سه شنبه را ثلاثا، چهار شنبه را اربعا، پنج شنبه را خمیس، امی عدد عربی است. در جمعه که میشد توقف کت عدد، شنبه هم عدد نیست. جمعه از جمع است، جمع کردن، چون روح و جسد آدم علیه السلام در روز جمعه جمع شد و بعد از عصر پیدا شد. این روز جمعه و با برکت ترین روز هم این روز جمعه است. قیردتن قرد و قرد جمع قیرد است، شادی ها، میمون ها. خاص این خسعه به معنای دور شدن است، ولی اصطلاح خاص قرآن کریم است که خسعه را برای چیز یاد میکنم، برای سک، اینجا برای شادی هام گفته شده، چون یک کلمه بسیار خاص بد است که برای سک، مثلا در زبان دری وطنی کچه میگن یا چغم میگن، یا همتون کلمه را استفاده میکنن، خاص برمو است. و اینجا اخسه خاص برم دو چیز قرآن استفاده کرده. خب ولی بدبختانه که باز در سوره مؤمنون قرآن کریم برای کفار یاد میکنه، برای مشرکین در آخرت. اونجا باز میگن که خدای ما گمراه بودیم، ما را دیگه وقت بده، باز الله برش میگه اخسه و ولا تکلمون، دیگه گپ نزن. آلی نکال تنکیل اصلا من را گفته میشه. اینجا میگه که ما ای عذاب را فجعلناها نکالا، نکال گشتاندیم. نکال اصلش من است، یعنی عذاب کردن و جزا دادن در شریعت هدف داره. هدف عمدیش که دیگران منع شوند، به می خاطر تعبیر میکنه نکالا. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. ای جزا به خاطر ازی بود که دیگه مردم ازی گپ منع شوند، دیگه مردم انجام نتن، قسمی که حدود انجام میشه. مثلا در رابطه به زنا قرآن کریم میگه در حدود، به خصوص در زنا، الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. باس قرآن میگه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، در حد با طائفه مسلمانات جمع شوند، بخاطر ازی که ای اصلا جزا به دیگه مردم است که دیگه مردم کار باز نکنن. موعظه چه مانا؟ از وعظ گرفته شده. وعظ بیان کردن یک موضوع با تهدید،
ایرا واز میگن، فلانی واز کرد. حتما در موعظه ها یک جریان که یک عالم صحبت میکنه در پهلوی ازو باز یک حدیث خطرناک هم میگه تهدیدش اگر نکد اینی کار، و یا بعضی اوقات بشارت حیات میکنه اگر اینی کار اینقدر اجر و ثواب داره. یعنی یک در پهلوی بیان کردن این یک تخویف، یک نوع تهدید هم در پالوش می باشه، او را موعظه می گوین. خلاص دو آیت، الله جل تظمته جریان دیگی از یهودیات می کنه، از آبا و اجدادشان را برای همین قومشان یاد می کنه، می گوه مردم خوب شناختین، خوب اطلاع داشتین، خوب می دانستین کی را، تاریخ کسانی را که از شما، از قوم شما در روز شنبه تعدا کردن، در نتیجه تعدا و تجاوزشان ما بر از اونها گفتیم که شادی های ذلیل بگردین، اونا شادی ها گشتن، این شادی گشتاندنشان را ما نکال گشتاندیم، سبب منع گشتاندیم برای کسانی که در امو عصر و زمان در امو قریه ها بودن و برای کسانی که بعدها می آین. و ای یک موعظه است، یک تهدید است، یک پند است برای کسانی که متقی بودن. جریان دی حادثه در سوره اعراف تفصیلی هست، خود در اینجا من حیز یک تذکر یاد میکنه. در زمان داوود علیه السلام در یک قریه به نام ایلا یا ایلا مردمی بودن از یهودا، اینا خواستن که یک روز ما داشته باشیم که روز عبادت کنیم و در روز ما دیگه کار نکنیم. برشان روز جمعه که داده شد قبول نکردن، روز شنبه را قبول کردن و استدلالشان این بود که روز شنبه هر چیز ختم شد، خلقت بنان روز شنبه تعطیل باید شود و که کار ختم شد باید این روز محترم باشه، خب احترام بکنین، این روز را عبادت بکنین. این مردم بیشترن شکاری هم بودن، مایی میگرفتن. روز شنبه بعد اینها به عبادت مصروف می بودن، دیگه کار نمی کردن. یک مدتی که گذشت خداوند خواست اینا را امتحانم بکنه، در روز شنبه مایی سر دریا می آمد. در سوره اعراف میگه که واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، امی جریان قرآن حکایت میکنه که در روز شنبه می آمد حیطانهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تأتی، همون روز مایی بسیار می بود. خب شکاری دیگه، این مردم چلا شروع کردن، حیله را شروع کردن با گرفتن مایی. سه گروه جور شدن بنابر بیان مفسرین. یک گروه خود را به طرف گرفت، یک گروه دیگه عملا نهی کردن که نکنین، گروه سوم حیله و چلا شروع کردن. چه شکل؟ روز جمعه در پهلوی دریا خندقا میکندن، خندقا را حفر میکنن لب لب دریا. باز چون در روز شنبه مایی بسیار زیاد می بود، در لبای دریا از ریگ و چیزان بود، می آمدن سر خود را بالا می گرفتن، کتیم پای خود کم کم جویک می کندن که در می اوزا بیایه. خب ریگ کمی که آب را پیدا کنه خودش بابا خود را پیدا می کنه، باز همون تو می رفتن. با یک شنبه که شد می شد
با مایی نمی بود، مایا چون در اوزا آمده بودن با مایا را می گرفتن. برشان گفته شد که کار نکنن، گفت که خدا نهی کرده که شما در روز شنبه نگیریم. این ما در شنبه نمی گیریم. چلای افغانی کال صدقم یا قسم کردیم یا قسم نکردیم. اینمی کار کردن. عذاب خداوند آمد. این گروپی که منع کرده بود این نجات پیدا کرد. گروپی که اینمه تو رحیله و چل را کرده بود اینا شادی شدن. در سوره مائده باز خنزیر را میگو هل اون بیکم توعت شریف است که گشتاند بونه ها را خنازیر و قیردتن و خنازیر و عبد طاغوت خنزیر هم شدن شادی هم شدن. مولمای اهل تفسیر میگن که جوانایش شادی گشت پیرهایش خنزیر گشتن. ای قومی که نجات پیدا کرده بود این قوم در این اطراف که همین مردم که مجموعان این کار سرشان شد میگفت که صبح که شد این تقریبا تا 12 و 1 بجه از خانه های زنا کس نبرآمد. رفتیم که این مردم کجاستن آواز خارج میشد. گفت دیده شد که کل شادی است و خنزیر است. برای زنا گفتیم ما براتان گفتیم که کارار نکنین. با مو گفته تاریخ میگه اشکایشان میریخت و سر شور میدادن. این عقلشان هم در جا بود. بعد از این خوردن و نوشیدن بینشان نگه نبود چون مسخه شدن. خوردن و نوشیدن آمد دست دادن، تناسل گپار آمد دست دادن، تعداد میگن در 3 روز، تعداد میگن که در 1 هفته باز همه از اینا مردن و ختم شدن. یک دست از مفسرین به می عقیده استن که اینا ظاهرشان مسخ شد، عوض شدن. یک تعداد مفسرین به این عقیده استن که کونو قیردتن یعنی مانند شادی شوین. خصوصیت شادی بینها آمد، یعنی ظاهرشان عوض نشد، قلبشان عوض شد. شادی رو که آدم در این رابطه مطالعه میکنم، شادی یک خصوصیت ظاهری داره. خصوصیت ظاهری شمیست که یک دم به دراز در نوک دم پوست است و پوست هم مانند انگشت کار میکنه، بسیار کار که حتی دمش هم میکنه، ولی مخالف تمام حیوانات عورتش برهنه است، دمش بسیار بلند میباشه، عورتش هم رنگ علایده داره که دور معلوم میشه. یعنی بسیار بیفت هستن. یهودان بسیار بیفت هستن. این خصوصیت ظاهرشان و نهایت شهوتران هستند. و از یهودام از کثرت شهوت همیش دمی غم خوردن هستند که چه بخوریم چه بپوشیم. و تعداد مردم هم که آدم میبینه همی 24 ساعت فکر میکنه که ما چه بخورم چه بپوشم چه بنوشم چه رقم سوار شوم. بس دیگه کدام انگیزی دیگه نداره. یعنی یک خصوصیت شادی را داره. خنزیر باز در پهلوی بدیهایش که بعدا در آیت بعدی باز پاره دومی از سرش به تفصیل صحبت خواد کردیم سر گوشت و پوست و امثالش، از جمله حیواناتی که بسیار بیغیرت است شادی یکی است، خنزیر است. اینا ببینین گاو است. هر حیوانات در مورد مؤنث خود یک نوع غیرت داره. اگر که حیوان دیگه با هم جنسش یا با هم جورش نزدیک شوه جنگ میشه و دفاع میکنه و نمیمانه و قارش میه، ولی خنزیر دگام افتخار میکنه. این مردم اینمو تو دگام افتخار میکنن. میبینیم امروز در
در دنیای یهود که افتخار میکنه که دخترش 10 سالش با فرندش آمد داخل و اتاقش افتخار میکنه و بسیار افتخار استقبالش میکنه که دخترم فرند پیدا کرده، مای فرند داره و امثالش. این یک جریان ظاهری هست که این موضوع را از لحاظ ظاهری قرآن بسیار تقبیح میکنه که این تعداد مردم تعداد یهود صفت هستند، شادی صفت و خنزیر صفت هستند. امین خصلت های بدی از یه حیوانات بر از اینها مانده. در مجموع دو تعبیر است، یک تعبیر که عملا اینا مسخه شدن، یک تعبیر دیگه که نه قلب از اینها مسخه شد. و او نظره که ظاهرا مسخه شدن، این صورتشان مسخه شد، تبدیل و عوض شدن، این جمهور علماست و دلائل هم از حدیث ارائه میکنن. یکی از جمله دلائلی که پیامبر علیه السلام دعا کرده که خدای امت مرا مسخ کلی نکنین، طوری که امت مسخ شد، یک دم تعدادش مسخ شد، او طور مسخ نکنین. اینجا سوال ها مطرح میشه، یک سوال وقتی که نسل یهود خنزیر و شادی گشتن، خیر از اون نسل کس نمان، چرا فعلا یهود میگوین؟ قبلا نامرز کردم که کلش یهود مسخه نشد، امو گروپ مسخه شد که حیله کردن، او گروپ که نهی کردن اونا نجات پیدا کرده بودن، مطابقیت نسل از اموستن. درس دیگه است که در اسلام بیطرفی نیست، اما تو لچ پوس کنده بگویم، بیطرفی بیشرفی است، بیطرفی نفاق است. اسلام دین است که بیرقش بالاست، یا مرد واره در پالوی حق استاچو، یا متو با سر پایین در برابر که کافر استاچو. نفاق قبول نمیکند دین. اینمی مردمی که چپ خدا گرفتن، بیطرف خدا گرفتن، حتی این بیطرف ها بر اون مردمی که نهی میکدن بر از اونا گفتن که لما تعیدون قوما نالله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، سوره اعراف. بر از جا گفتن چه میکنی آره قدر شما نهی میکنین، دلشان عذاب آمدتونه و نار عذاب میکنن، چه میکنن کار خود کنین، پرده خود کنین. ای کسانی که نهی میکردن گفتن ما دو گپ داریم، به خود ما خیر میخواهیم که مسئولیت ما رفع شود، و با اونا خیر میخواییم که اونا منع شوند. با سرنوشت اینمی بیطرف ها معلوم نیست. یک تعداد علما معتقد بمیستن که مردم بیطرف هم شادی و خنزیر شد. چرا؟ تو چطور بیطرف هستی؟ به اصطلاح وطنی چطور شنگت معلوم نمیکنی؟ تو موقف بگی که حرام است، نارواست، بگو که حرام است، نگو که مرا چی؟ ایگه پر نزن، بیطرف خودا نگاه نکو، بیطرف نفاق است، بیطرف گناه است، دین بیطرف نداره، طرف داره، یا مؤمن یا کفر، خلاص. سیومش نفاق، بیطرفی نفاق است در تمام امور. موضوع دیگر در اینجا قرآن کریم توضیح میده و بیانش امیز که تمام جزاها در اسلام عمده ترینش عبرت گرفتن است و سبب ممانعت از دیگر است. هر زمانی که حدود تطبیق شود، احکام الهی تطبیق شود، گراف جرائم بسیار کم می آید، بسیار گراف جرائم بسیار کم می باشد. امروز در وطن ما بدبختانه بدبختانه که گراف جرائم از 95 و 99% است در تمام بخشاها، به خاطری که قرآن ما تطبیق نمیشه، به خاطری که دین ما تطبیق نمیشه. اگر دین ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک مؤمن، دین ما، قانون قرآن ما اگر تطبیق شود، ممکن در خلال یک ماه در افغانستان کاملا امنیت میه، کاملا آرامی میه، به خاطری که دین تطبیق شود.
مطلب دیگه است که از قرآن کی پند میگره؟ اینجا میگه که و موعظتا للمتقین، موعظه سی بر پرهیزگاران. یعنی از قرآن کسی پند میگره، کسی عمل میکنه، کسی میخوانه که او متقی باشه. هر خواهر ما که علاقه به قرآن داره، هر مادر ما، هر پدر ما و هر برادر ما، هر فرزند ما اگر به قرآن عمل بکنه، علاقمند قرآن کریم باشه، بفهمه که متقی است. این بشارت قرآن است که متقی کسی است که از احکام خدا پند بگیره، احکام خدا را حفظ کنه و به سر جان عمل بکنه. آخرین مطلب در اینجاست که هر قومی که تخلف کنن و بخصوص چل و نیرنگ بکنن، حیله بکنن، این نهایت خطرناک است و حیله کردن سبب شد که اونا مسخ شوند. امروز یک تعدادی که حیله میکنن که برای چل جور میکنن، حیله میکنن که احکام خدا تطبیق نشه یا که حرام خورده شوه، این نهایت خطرناک است. صرف یک حیله که آدم از عذاب نجات پیدا کنه، از یک مصیبت نجات پیدا کنه، از یک گناه نجات پیدا کنه، او حیله باست هیچ نوع اشکال نداره. خداوند بزرگ همه ما و شما را به دین، به شریعت پابند بگردانه و عامل بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.